تو زندگی مسئله اصلی و اساسی واقعیت، من همیشه عرض کردم الان 9 سال و بیش از 10 ماه رو خط رادیو، هفته 5 و 6 روز برنامه داشتم، هفته 10 یا 12 ساعت تمام. به من بگید هدف اصلی تو چه بوده، میگم برای مردمی مانند مردم ایران که در داخل و چه خارج، ما گرفتاریمون درک واقعیته، شناخت واقعیته، نه اینکه در دنیای ذهنی زندگی کنیم. ما باید در جهان واقعی زندگی کنیم، با تخیلات و تصورات و پرت و پلاها خودمون رو گرفتار نکنیم. مثل بسیاری از آدما، آنچه که واقعیته آگاهی بهش علمه. ما نه علم دوم داریم، نه غیر علم داریم، نه ضد علم داریم که از یه راه دیگه ای بیاد. به همین جهت است که ما در دنیایی هستیم که جهان قواعد و قوانینی داره و علم شناخت این قواعد و قوانینه، و این قواعد و قوانینی که شناخته میشه روزی که ازش استفاده بشه است که میتونیم ما الان من شما چه رو داریم میسه با هم حرف میزنیم، شما تو ایرانید من اینجا، به خاطر اینکه قواعد و قوانین طبیعت رو شناختن و از اون تونستن دست به همچین کار حیرت انگیزی بزنن که شما تصویر منو تو ایران بتونید ببینید، من صدای شما رو بتونم داشته باشم، شما صدای منو داشته باشید از اونجا به اینجا، اونم تقریبا با چند ثانیه تفاوت که فاصله رسیدن این پیام هاست. یعنی شما توی همچین دنیای زندگی میکنید و در این همچین دنیای معلومه که اصل اساسی واقعیت. شما به من بگید اول من واقعیت رو میشناسم، بعد این واقعیت رو چون دوست ندارم میخوام خرابش کنم، نابودش کنم، ویرانش کنم، این کارو بکنید، ولی اول قراره بدونیم که چه خبر است. من ابتدا باید بدونم تواناییم چیه، من باید بدونم که من نمیتونم روزی 20 ساعت کتاب بخونم و ظرف مدت 2 سال دکترا بگیرم. این کار با بدن انسان سازگاری نداره. این و بعد تازه همچین دکترایی به درد نمیخوره. و تازه اصلا این نمایشو میخوام بدن به رخ کی بکشم. تازه اگر آدمای آگاهی باشن وقتی من نگاه کنن فکر کنن که من چه بیمار و گرفتاری ام که اصلا همچین افکاری دارم. و تازه بدن اصلا همچین دکترایی به چه دردی میخوره. به همین جاست که ببین عزیز، اصلا میانبری در کار نیست. میانبری در کار نیست. باید راه رو از اول تا آخر رفت. برای که طبیعت این گونه حکم میکنه. شما اگر بخواید الان از ایران خارج بشید، شما باید 100% یه اصولی رو 100% رعایت کنید تا بتونید مثلا در اروپا باشید. شما اگر یکی از این قواعد رو رعایت نکنید، هرگز از ایران خارج نمیشید، هرگز هم به اروپا نمیرسید. ما جهان این چنین مرتب و منظم داریم. بنابراین نمیشه در دنیای ذهن و خیال همینجوری بافت و دل خوش به این داشت که من در افکار و عقایدم چنین و چنان میکنم. اینا باورای خطرناکه. به همجاست که یکی از حرفایی که برای من بسیار مهمه این که خواستن آفریدنه. شما یه چیزی رو میخواید، باید بیافرینید. شما دلتون میخواد یه رابطه خوب داشته باشید، دلتون میخواد زندگی خوب داشته باشید، دلتون میخواد اتومبیل خوب داشته باشید، دلتون میخواد شغل خوب داشته باشید، باید ذره ذره تیکه به تیکه همه اونا رو بیافرینید. به همجاست که من با جمله خواستن توانستن سخت مخالفم. خواستن توانستن یعنی چی؟ همه پدر و مادرها خواستن بچه‌هاشون خوب بار بیان آمدن، آدم‌ها همه دلشون خواستن نمیرن، همه زنده موندن. خواستن توانستن یعنی چی؟ خواستن آفریدن. و اتفاقا باور به خواستن توانستن یکی از خطرناکترین اعتقاداته. به همین جاست که شما برید سراغ 100 تا آدم معتاد، تمام اینا ته وجودشون بس کنید به خواستن توانستن باور دارن. به همین جاست که 20 سال 30 سال معتاد مونده برای که میگه یه روزی بخوام میتونم اعتیادمو ترک بکنم. خب این در 99% 90% موارد حرف بیخوده. تازه دلایلش اصلا چیز دیگه. از این وحشتناکتر اون حرفی است که تو ایران جا افتاده و یه عده‌ای که واقعا باید گرفتار باشن و ندونن جهان چه خبر است، باور کن که خواستن داشتنه. شما اصلا بخواید میشه. طبیعت منتظره که شما بخواید. قوانینش رو عوض میکنه و دگرگون میکنه خواستن داشتنه. بنابراین من اگر خواستم که بیام تو خیابون ماشینی نباشه راحت برم، طبیعت میاد ماشینا رو از تو فریوی از تو خیابونا جمع میکنه که من راحت برم. من اگر خواستم زبان فرانسه یاد بگیرم، هی بخوام یه روز صبح با میشم اینم مثل بلبل دونم، داستان جالبی است، فرانسه حرف میزنم. من اگر فکر کردم که مأمور اداره راهنمایی رانندگی من جریمه نمیده، حالا ماشینم هر چی اونجا باشه جریمه نمیده، ولی فکر کردم میده، با وجودی که فرض کنید که اونجایی که پارک کردم پولم بنازه کافی انداختم، میاد جریمه رو میزه. آخه آدم باید خیلی بیمار باشه. بعد اسم اینو گشتن فیلم سیکرت و راز و فکر کنن رازی رو کشف کردن. یعنی دروغی به این بزرگی، فریبی به این بزرگی. مثلا در عمرم تو هیچ سیستم مذهبی و اعتقادی ندیدم. وقت مردم گله و شکایت میکنن از باورها و خرافات و اوهام مذهبی، شما نگاه کنید به این حق بازی که خواستن داشتنه. همینقدر که شما بخواید خواهید داشت. بنابراین اگر مردم لس آنجلس برف ندارن چون نخواستن.
مردمی که در قطب شمال هستن چون خواستن دارن. خب اونا اگر از این بعد نخوان برف هم از اونجا میان در لس آنجلس که هست. حالا اگر تو لس آنجلس بعضی همون بخوایم بعضی همون نخوایم، خونه این برف میباره، خونه این برف نمیباره. آدم باید خیلی حالش بد باشه. بعد برای اینکه حقه بازی رو یه جوری به مردم بخورونن، پشتش بیان یه سری حرفایی میزنن که تا حدودی اینجا اونجا درسته، ولی اصل مسئله مهمه. بنده بارها عرض کردم، من به شما برگردم بگم شما هر مشکلی دارید، مسئله حقوقی دارید، روانی دارید، مالی دارید، من یه فوتتون میکنم خوب بشه. خب این دروغ است. بعد بگم البته با درس بخونید، البته باید کار بکنید، البته باید سرمایه گذاری بکنید، البته باید ورزش بکنید. حرف اول چیه؟ حرف اول اینه است که من شما رو فوتتون بکنم حالتون خوب میشه، ورزش بکنید که خب معلومه چقدر اثر داره در سلامتی. بریم کار بکنیم یا درس بخونیم، معلومه چه تفاوتایی داره. بنابراین وقتی بیان فیلمی رو درست میکنن و تحویل شما میدن که خواستن داشتنه، جهان قواعد و قوانینش رو به میل شما عوض میکنه، که من نمیدونم کدوم قانون و قاعده تا به حال در جهان به خاطر خواسته میلیون ها نفر حتی میلیارد ها نفر عوض شده. این مردمی که در دنیا ببخشید جنگ نمیخوان، آیا جنگ رفته دنبال کارش؟ این مردمی که صلح میخوان صلح همینجوری ریخته؟ این مردمی که تو افریقا دنبال غذا هستن همینجوری غذا داره از آسمون میباره؟ اصلا باور نکردنی است. این مردمی که در امریکا و اروپا هستن که فکر غذا نمی کنن برای که شرایط اقتصادشون طوریست که برای بیشترشون غذا هست، غذا چون با وجودی که نمی خوان هست، آخه اینا با کدوم افکار عقاید می خونه؟ بعد شما معلومه در یه همچین جامعه اینقدر هپل هیپو که مردم برای خودشون باورها و اعتقاداتی می سازن و یه دم دکانهایی باز می کنن و مدرسه را می دازن و کلاس را می دازن و اصلا باورش آدم نمی شه که یکی از بگه تو بخامیشه. بله، بنده وقتی ذهنم رو آرام کنم، یه مقدار خوشبین و امیدوار باشم، توی یه زمینه 1%، تو زمینه دیگه 2%، توی زمینه 5%، نه به خاطر اینکه قوانین جهان عوض میشه، ذهن من، پشت کار من، عمل من، دقت من، کار من، کوشش من در مسیر درستی قرار میگیره. اونم نه به خاطر اینکه در مسیر درست، مسیرش اینه، این مغزه. بنابراین شما من بگید من با آرامشم، با خوشبین بودنم، با مثبت بودنم، با امیدوار بودنم تغییراتی در زندگیم به وجود میارم، باهاتون کاملا موافق هستم، برای که این تغییرات مغز کاملا راه ها رو برای من بهتر مشخص کنه، انرژی بیشتری به من میده، پشت کار به من میده، عمل میکنه. اما قوانین طبیعت عوض نمیشه. راه 130 مایلی یا 140 مایلی از اینجا به سن دیگو یک مترش هم کمتر نمیشه، یک سانتی مترش هم کمتر نمیشه، قوانین حرکتی هم دگرگون نمیشن. سن دیگو نمیچسبه به لس آنجلس یا لس آنجلس به سن دیگو. اینا اون چیزاست که باید دونست. به همین جهت است که برای من بسیار مهم است. این جمله آخرم بگم، من اگر یه کسی بیاد به من بگه 20 دقیقه وقت داری به من بگو من سالمم یا بیمارم، من دو چیز رو درش چک میکنم: درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. اینا نشان دهنده سلامتی انسانه و بنابراین شما قراره یه مقداری به موضوع نگاه کنید.